این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟ به خاطر تو، مگه نگفته بودی میخوای مامان تو بفرستی ازمیر؟ منم اومدم احوال تو بگیرم. نه، جای نگرانی نیست. من میرم تو جزوه‌مو میگیرم و برمیگردم. بارش، داداش من گشنمه، میخوام برم یه چیزی بخورم. بیا با هم دیگه بریم یه چیز بخوریم بابا. میرم میارم، زود برمیگردم دیگه. اما بارش، بهت که گفتم من خیلی گشنمه. ای بابا. ازگار باشه پسرم. فکر نمی کردم زنگ بزنی، اونم تو این وقت صبح. بابا آسین همین الان رفت مصاحبه کاری تو همون شرکتی که نذاشتی من کار کنم. چقدر دوست داشتم برم ولی تو جلومو گرفتی. صبح تو هم بخیر. بابا نمیخوام با همسرم هم همچین کاری رو کنی. پس تصمیم تو گرفتی و نمیخوای از اون دست بکشی، همینطوره؟ بابا میشه در این مورد حرف نزنین؟ اگه حرفای شما راستم باشه بذارین به خودم ثابت بشه. خوبه، هر طوری که خودت بخوای. من هرچی بگم تو گوش نمیدی. حالا که میخوای به خودت ثابت بشه پس صبر کنم ببین. بفرمایین آقا سلیم. لطفاً زودتر با احمد آقا تماس بگیرین. یه دقیقه آقا. احمد جون سلام، حالت چطوره؟ صبح بخیر سلیم جون، خوبم، تو چطوری؟ ممنون، ببخشید این وقت صبح مزاحمت شدم ولی ازت یه خواهشی دارم. بگو سلیم جون، هر کاری ازم بر بیاد برات انجام میدم. عروس من داره میاد اونجا، مصاحبه یه کاری داره. آسین سارا چی؟ خودت که میدونی تازه با مرت ازدواج کرده، میخواستم خودشون زحمت بکشن و روپای خودشون وایسن ولی پدرم دیگه دلم آروم نمیگیره. میشه اونجا کار کنه؟ حتما، هر کاری باشه میکنم. میدونستم نه نمیگی. اما یه خواهش دیگه، لطفاً نفهمن که من بهتون زنگ زدم. جوونن دیگه، نمیخوان سرخورده بشن. تو اصلاً نگران نباش، منتظر یه مهمون بودم که الان اومد، بهت زنگ میزنم. خوب احمد آقا، سلامت باشی، خدا نگهدار. خوش اومدین. خیلی ممنون. بارش، ما داشتیم تمرین میکردیم اما کارمون تموم شد، میتونی بری تمرین کنی؟ نه من تمرین نمی کنم. تو میتونی بری به تمرینت ادامه بدی. بارش، ما یعنی اپک، تو مجبور نیستی به من توضیح بدی، نمیخوام حرفاتو بشنوم. خدایا اپک، الکی اوف نکش، حق با اونه. درسته که شما از هم جدا شدین و رابطه بینتون است اما میتونستی یکم صبر کنی، اینقدر زود نری دنبال یه رابطه دیگه. ازگار من تقصیری ندارم. اپک حرفی از دوست داشتن نزن، چون اصلا کارات اینو ثابت نمیکنه. فقط ازت میخوام که از بارش دور باشی. تو باید حتما به اینجاشم فکر میکردی. با خودت فکر کن، یادت میاد هر وقت که شکست میخوردی اون باهات بود؟ ببین همین الانشم که هر چی داری همش به خاطر اونه. محلا، همش 10 دقیقه میشه که اومدیم بیرون، زهر ترکم کردی. از چیزی که میترسیدم سرمون اومد. چند بار بهت گفتم جلوی پاتو نگاه کن. من حواسم بود مامان، نمیدونم چی شد یه دفعه ای پام لیز خورد. اینجا خانم اگه منو نمیگرفت ممکن بود دخترامو از دست بدم مامان.
تو هم قبل از اینکه بفهمی موضوع چیه سر اینجا خانم دادی بیداد کردی. حق با مادرتونه، هر کسی دیگه ای هم بود وقتی دخترشتون وضعیت میدید حتما همین کارو میکرد. آره به خدا، همین کلیز خوردم یاد دخترام افتادم. نمیدونم اگه فیزی میفهمی چی میشد. نمیدونم مامان، من شوهرمو میخوام. خیلی خوب شد که شما اینجا بودین، اما خیلی معذرت میخوام، هر وقت میبینمت فکرای منفی میاد تو سرم. واقعا حق با شماست، منم واسه معذرت خواهی اومدم. تو فرصت بعدی با هم آشنا شدی، به خاطر من میونتون با ملکه خانم شکراب شد. باور کنی نمیخواستم اینطوری بشه. منم نمیخواستم. نمیدونم حرفمو قبول میکنین یا نه، اما تا حکم دادگاه میتونین تو این خونه زندگی کنین. اگه بخواینم من تو پیدا کردن خونه کمکتون میکنم. خاله یلدیز، ناخواسته شنیدم اما درست شنیدم یا نه؟ میخواین اسباب کشی کنین؟ خیر باشه. با دوستت نرفتی صبحونه بخوری؟ ناراحت نباش، بعدن با هم حرف میزنیم. ببین اگه نخوادم هر طور شده باهاش حرف میزنیم و رازیش میکنیم، فقط واسه این که تو خوشحال بشی. میشه در این مورد حرف نزنیم؟ امروز تمرین نبوده، میای بریم با هم صبحونه بخوریم؟ اشتها ندارم. خوبه، میخواستم این موضوع بهت بگم اما فکر کنم الان وقتشه که بگم. نرمین خانم زنگ زده بود، کارگردانمونو میگم، شاید چند دقیقه بعد از شرکت بهت زنگ بزنن، واسه اینکه نرمین خانم از تو خیلی خوشش اومده. نتایج مشخص شده؟ هنوز نه، اما ممکنه بشه. میدونستی نه؟ واسه همینم نذاشتی که برم تو؟ آره نمیدونستم، اگه میدونستم اون کارو نمی کردم. نمی خواستم بری تو اون وضعیتو ببینی، اما نتونستم جلوتو بگیرم. به هر حال اگه الان نمیدیدم بعدا حتما میدیدم. اون شخصم خیلی آدم مزخرفیه، انگار اونجا خونه باباشه. بارش، از صبح تا حالا هیچی بهت نگفتم، خودت میگی این موضوع رو تموم کنیم ولی بازم شروع میکنی. اگه میشه بس کن، تون دیگه حوصله ندارم. داداش هولکی، منم آرکان. سلام آرکان، چطوری؟ من خوبم داداش. داداش من از قضیه ماسال گذشتم، به وکیلم خبر دادم، اگه میشه لطف کنید به آسینم خبر بدین. خیلی کار خوبی کردی آرکان جون، بهترین تصمیم رو گرفتین. میدونم اما بازم احساس میکنم گم شدم داداش. پس اگه این دختر عمو صالح باشه بعدش چی میشه؟ باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. خدا بزرگ پسرم، خدا گر ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری، یه خونه پیدا میکنیم. فقط شما نه، ما هم باید دنبال خونه بگردیم. اگه اون خونه رو به ما نمیدادین الان مجبور نمیشدین برین دنبال خونه. آسین رفته مصاحبه کاری، همین که برسه میریم دنبال خونه میگردیم. دنبال کارم میگرده؟ آره. همه چی خوب میشه، انشالله موفق میشه، یه کار خوب پیدا میکنه. شما به آبجی ملکه بگین که خودشو تو زحمت نندازه، من به زودی مشکل رو حل میکنم، نگران نباشین. با یه بچه یه کوچیک چجوری میخواین اسباب کشی کنین؟ اگه آسین بره سر کار بهش مرخصی نمیدن. انقدر حرف نزن، اون خونه مال شماست، ما یه خونه یه دیگه پیدا میکنیم. تو باید به بچت برسی. مهلا،
چی شده؟ حالا چطوره مهلا؟ ما رو خیلی ترسوندی، حالا چطوره؟ نه نه چیزی نشده فیزی جون، فقط یه کمی ترسیدم. ای دوماد الدنگ، من که بهت اجازه ندادم. نمیتونی از این در بیای تو. اما آخه مامان جون. برین بیرون با هم حرف بزنین. نمیخوام این آدم فریبکار رو ببینم. ببینین شما بین دوماداتون تبعیض قائل میشین خاله جون. اون تو اتاق و من تو بیرون. واسه اینکه اون آدمه اما تو نیستی. اعصابمو بیشتر از این خراب نکن وگرنه قلم پاتو میشکونم. عزیزم بیا بریم بیرون با هم حرف بزنیم. زود باش عزیزم بریم. دلم نمیخواد به حرفاش گوش کنم اما به نظرم حقشه که به حسابش برسم. ای بابا اینجا چه خبره؟ مامو برین گمشین. من که بهتون گفته بودم نه که هر دقیقه با جنو حرف میزنه، چی کار کنم؟ من میگم حتما تعقیبش کن، اگه ادامه داد واسش یه چاره پیدا میکنیم. از شرکت اومدی بیرون؟ آره، یه کار خوب پیدا کردم. عالیه، خیلی خوشحال شدم. خیلی مصاحبه آسونی بود. یه ماه حقوقمو جلوتر بهم دادن، باورت میشه؟ خیلی عالیه. نمیخوام دست خالی برم خونه. اومدم شیرینی فروشی شیرینی بخرم. شب با هم تجلیل کنیم. باشه، من فردا میام پیشت. خب، ملاقات شما چطور بود؟ اینطور که از صدات پیداست، مثل اینکه ملاقات خوبی نداشتی. آره. بعدن برای تعریف میکنم. باشه. خب ایپک جون، این خبر رو به ازگورم بده. باشه. نه با هم نیست، چند دقیقه پیش رفت، منو برای تمرین خواستن، باید برم اونجا. چی شده؟ نکنه نقشو گرفتی؟ نه هنوز نه، امروز میرم ببینم چی میشه. خوبه، همین که معلوم شد به منم خبر بده. باشه؟ باشه، حتما خبر میدم. آسین بود؟ میشه بریم؟ بریم. این اطراف به این قیمت خونه کم پیدا میشه. همونطور که دیدین مصرفی هم نداره، انگار واسه شما ساخته شده. خب باشه، حق با شماست، من که بهتون گفتم ازش خوشم اومده. خب باشه، فقط واسه این گفتم که خیالت راحت بشه. خوبه، مامانم خونه رو ببینه، عصر پولشو واسط میارم. خوبه آبجی، خونه دیگه مال شماست، به کسی هم نشونش نمیدم، راحت باشین. ممنونم، خدافظ. خدافظ. حسین نگهبان ساختمون میشه، مسئول ساختمونم قبول کرد. تموم شد، این کارم حل شد. اما تو خونه ای که سالها رایگان زندگی کردم اجاره دادن برام خیلی سخته. افتاد رو دنده لج و اجاره خواست. به خدا خیلی بهم برخورد، باور کن خیلی ناراحت شدم. باید حالا باید بریم و تو یکی دو روز هر چی کم و کسری داریم و بخریم. مهلا بگو داداش. یه خبر خوش، آشناهات از خونه ای که نشونشون دادم خوششون اومد، گفتن پولشو فردا میارن. تو هم بیا که سهمتو بهت بدم. من از گناه فرار میکنم اما گناه هی دنبال منه. تو داری منو امتحان میکنی؟ که این امتحان گرفتن تموم میشه. فیزی اون طرف کسی نیست عزیزم. فیزی ببین من اینجام، با من حرف بزن. خدا جون با هم این کارو نکن لطفا. چیزی نشده. شکر خدا چه حالش خوبه، شکمش سیره و جاش هم گرم و نرمه. الو. خوبیم خوبیم، تو چطوری عدالت؟ شکر باز کردیم، اونقدر مشتری نداریم اما آروم آروم پیدا میکنیم انشالله. شما چطورین؟ اوه ماشالله. ملکه و اپکم خوبن. تو که نمیپرسی مجبورم خودم بگم، آسینم خیلی خوبه، شوهرش باهاشه،
نوتو که نگو، انقدر خوشگله که نگم برات. رفته مصاحبه کاری، انشالله با خبرای خوب برگرده عدالت. مامانمه؟ میگن حلال زاده به داییش رفته، الان اومد، گوشیو میدم بهش، بگی. مامان، مامان جون، مامان. چی شد دخترم؟ قد کرد؟ سلام جوونا. یعنی جوونای آشفته خاطر. میگم چرا لب و لوچهاتون آویزونه ها؟ اصلا بهتون نمیاد. رفیق امروز تمرین نداریم، استاد برهان نمیاد، بیاییم بریم تفریح. نه رفیق، اصلا حوصله ندارم، الانم باید برم سر کلاسم. خب از کی تا حالا کلاس رفتن رو شروع کردی؟ خوبه. متاسفم مامانم مجبورم کرد که برم. منتظرم ببینم وقتی تموم میشه چی ازم ساخته میشه. رفقا میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم. توی آژانس خودم رو ثبت نام کردم. این عکس‌ها مشکل رو حل میکنه. ببینین چه دختره خوشگلیه. من الان میفهمم که مشکل تو چیه. یه دقیقه، این اپکه نه؟ تو همین آژانس ثبت نام کرده؟ اپک تو آژانس ثبت نام کرده؟ دوستمون لوند ثبت نامش کرده، خودش هم تو همین آژانس کار میکنه. از این به بعد شما فقط تو پوسترها میبینین شنر جونو. اما چطور؟ تو از این موضوع خبر داشتی به من نگفتی، همینطوره؟ آره. شما چرا اینقدر اسم اپک رو به زبونتون میارین؟ واسه همین با من دوست شدی؟ من میام پیش شما که حال و هواتون عوض بشه، اما نه، هدف شما یه چیز دیگه است. نه من راستش. باشه خوبه، هر وقت که میام پیشت فکر میکنی اپکم با خودم میارم، نه؟ خوبه، من درکت میکنم، اما هر روز کارهای اپکو نمیتونم بهت گزارش بدم. تو دوستمی، اونم خواهرمه، از این وضعیت خسته شدم. به من نگاه نکن، اون راست میگه. تو ماشین خیلی هیجان زده بودم، واسه همین نگفتم، اما وقتش رسیده که یه نفس راحت بکشی. حالا منتظر تصمیمی هستی که سالهاست منتظرش بودی و آرزود بوده. یه کمی سخته نه؟ نه، منم قبل از نتیجه امتحانم هیجان زده بودم. باید بگم خیلی سخت بود، هرچند که میدونستم قبول میشم و میتونم این نقش رو بازی کنم. بازم تا خود کارگردان نمیگفت دلم آروم نمیگرفت. من میدونستم یه روزی با تو روبرو میشم. منم همینطور فکر میکردم، گرچه هیچ وقت فکرشو نمیکردم که تو استانبول بشی. یه چه میدونم، تو دانشگاه‌های متفاوتم اگه قبول میشدیم فکرشو نمیکردم یه رشته باشی. ببین چی داری میگی، سالها آرزوم این بوده، چطور میتونم نرم دنبالش؟ اپک، من همیشه تو فکر آرزوهایی بودم که حقیقت نداشت. حالا داره یکی از آرزوهام برآورده میشه. میشه در این مورد بعداً حرف بزنیم، دیگه رسیدیم. دیدی چطور گوشی رو روم قطع کرد؟ میدونم عزیزم، ولی نباید خودتو ناراحت کنی. اما خیلی دلم براشون تنگ شده، خودمو بیکس احساس میکنم. اگه با هم میموندن و تو ما سالو میدیدن خیلی خوشحال میشدن، اما همچین چیزی امکان نداره. شاید بشه. چطور تونستن همچین کاری را بکنن ها؟ اونم اون موقع شب، وقتی که من تو خونه منتظرش بودم، رفته دیدن اون دختر لعنتی، اونم تو ماشین ما. بهونه‌شون چی بود؟ پوشک ماسال. ایلول، هر چی باشه اون دخترشه و براش مهمه. آخه تو منتظر چی هستی؟ باور کن اگه من جای تو بودم، قبل از اینکه آرکان بگه برو، خودم همه چیمو جمع می‌کردم و می‌رفتم. هرگز اینطور نمیشه. من این اجازه رو نمیدم که بخواد اینا بگه.
آرکان اومد، بعدن به زنگ میزنم. خونه بودی؟ خوبه، خوب شد خونه بودی. خواستم باید حرف بزنم. ایلول، من تصمیممو گرفتم. میدونم تو خوشحال نمیشی، اما نمیشه بعدن در این مورد حرف بزنیم آرکان جون. باید الان حرف بزنیم. نه راستش یه دقیقم وقت ندارم، کلاسم داره دیر میشه، ماشینو من میبرم. تو حالت خوبه؟ آره خوبم. اون چیه؟ این عکسای یه فیلمه، واسه جاویدان میبرمشون. این آخرین روزت با ماساله، فردا ماسال تو بغل منه. چیزایی که از من گرفتی رو به آسونی ازت پس میگیرم. تو ماسال باید تو خوابت ببینی، چون من حالا یه شغل دارم و تو این جلسه دادگاه میبازی، هرچند تو قبلنم باختی. آسین، از این به بعد با این دختر دیگه دهن به دهن نشو. میشه با آقا سلیم حرف بزنم؟ خانم محترم، آقا سلیم کار داره، شما کی هستی؟ خدا لعنتت کنه. سلام داداش هولکی. دخترم کاری که نداشتی، برات یه خبر خوش دارم. نه کاری نداشتم، میشنوم. آرکان امروز به من زنگ زد و گفت که شکایتشو پس گرفته. یعنی چی؟ صبح زنگ زده بود و گفت که ماسالو از تو نمیگیره، ازش همچین توقعی نداشتم. حالا دیگه دخترت همیشه باهات میمونه. راست میگی. خیلی ممنونم داداش هولکی، خیلی خیلی ازت ممنونم که خبر دادی. خدایا شکرت. چی شده آسین؟ من میدونستم که این کارو میکنه. میشه به منم بگی چی شده؟ مرت، باورت میشه آرکان شکایت خودشو پس گرفته؟ خدایا اصلا فکرشم نمی کردم. مرت، تو شنیدی چی گفتم؟ گفتم آرکان شکایتشو پس گرفته. من که خیلی خوشحال شدم، اما فقط... فقط چی؟ راستش، اونی که خیلی پشت این قضیه بود چطور یه دفعه رفت شکایتشو پس گرفت؟ نکنه کاسه زیر نیم کاسه است. واسه من اصلا مهم نیست چی تو سرشه، خوشحالم که شکایتشو پس گرفته. الانم میخوام واسه این خبر خوش جشن بگیریم. کجا میری؟ تو را که بهت گفتم، خاله ملکه دنبال خونه میگرده، منم به خاله یلدیز قول دادم که بهشون کمک کنم. حق با توه، باید بری. منم میخوام برم پیش خاله ملکه. من زود برمیگردم. خدافظ. این بازی جدیدته؟
شب اول عروسیمون که با پرونده شکایت اومدی پشت درمون، آستینو خیلی اذیت کردی. حالا که دیدی داره شکست میخوری، میگی شکایتتو پس میگیری، انگار داری به ما خوبی میکنی. اما من احمق نیستم. با این کارای مسخرت نمیتونی آستینو گول بزنی. اون از تو خیلی متنفره. ازت میخوام که این بازی رو تموم کنی. همسرم و دخترم رو راحت بذار. فهمیدی چی گفتم؟ تموم شد؟ اسم این قطعه ما کاربراتوره. اسم قطعه‌ای که بالای کاربراتور قرار داره فیلتر هواست. قطعاتی که پایین کاربراتور موقعیت دارن منیفولد ها هستن. منیفولد ها به دو دسته تقسیم میشن. استاد معذرت میخوام دیر کردم. خیلی خوب، بیا بشین بارش. خب ادامه درس. قطعه‌ای که اینجا میبینین موتور حرکته. موتور حرکت قطعه‌ایه که اولین حرکت رو به موتور میده. همونطور که از اسمش پیداست، بعد از روشن شدن موتور این قطعه به حرکت در میاد و همچنین موتور رو هم به حرکت در میاره. این قسمت هم مثل بقیه قسمت‌های یک ماشین بخش مهم و اساسیه. همیشه به یاد داشته باشید. معذرت میخوام دیر شد. من آرده اویگارم. خوشحال شدم. سلام لونت. سلام منشی من تنای خانم. سلام. سلام. من شریک تولید کننده یه برنامه ای هستم که امتحان دادین. شریکم یکم دیرتر میاد، پس میرم سر اصل مطلب. خودت میدونی چرا تو رو اینجا خواستی میپیک؟ فکر کنم واسه من تصمیم خاصی گرفتین. آره فکرمونو کردیم. این نقش رو باید به تو بدیم. راست میگین. آره مبارک باشه ایپک، میدونستم این نقش مال تو میشه. خیلی ممنونم، بهتون تبریک میگم. از شما ممنونم. امیدوارم که از پس این نقش بر بیای. اگه بخوای میتونی شرایط قراردادو بخونی. ممنون. منم با لونت یکم حرف دارم. حتما زودی برمیگردیم. باشه انشالله موفق میشیم. اگه چیزی لازم داشتین میتونین به منشیم بگین. باشه ممنونم. خب فیلم برداری که شروع میشه؟ راستش به همین زودی ها شروع میکنیم. خوبه. امتحان چند نفر مونده؟ پرونده کجاست؟ باید ببینیم. پس من میرم دستشویی برمیگردم. خب پس ما هم میریم تو اتاق. خوبه. نکن. حس میکنم ما قبول میشیم. نقشمون کم کم داره جواب میده. به همین زودی ها پولدار میشیم. از دست این بچه بازی های تو یه روز لو میریم. نباید کسی ببینه. اما منم به کمک تو خیلی نیاز دارم. اجازه میدی دیگه نه؟ ۸۰۰ لیره. من نمیدونم دیگه باهاش چه چیزایی میدن. مامان جون به خدا همه جا رو دیدم، همین ارزون ترینشون بود. فقط فقط چی؟ باید به بنگاه معاملات یه کمی رشوه بدیم واسه پیدا کردن خونه. تو فکر کردی واسه اینکه کار ما رو بندازه رفته اونجا نشسته؟ آره رئیسش با خبر شده، اینا رو از خونه انداخته بیرون. ما آواره شدیم، هنوز اجاره خونه رو نپرداختیم، تو میگی رشوه بدیم. وای تو نشنیده بگیر. وای همه یه راه ها داره دونه بدونه برومون بسته میشه. خدایا خودت بهمون کمک کن. بیا. خیر باشه، بازم اتفاقی افتاده کرم؟ بله آقا، آرکان شکایتشو به خاطر گرفتن حضانت ماسال پس گرفته. از کجا فهمیدی؟ مطمئنی؟ آره، از قضا وکیلشون دوست نزدیکمه. خیلی وقت باش در ارتباطم، امروز از خودش شنیدم. حالا فهمیدم. از این خانوم میدونسته چطور آرکان رو راضی کنه. Thank you.
آسین؟ خیلی وقت تو رو اینجا ندیده بودم. آرکان، چند بار بهت زنگ زدم، چرا جواب نمیدی ها؟ وقت نداشتم. حالا اگه وقت داشته باشی میشه یکم حرف بزنیم. آرکان، ازت خیلی ممنونم، از اینکه دخترمو ازم نگرفتی خیلی ممنونم. آرکان چت شده؟ چرا ناراحتی؟ چرا به داداش هولکی گفتی زنگ بزنه؟ چرا خودت بهم نگفتی شکایتتو پس گرفتی؟ باور میکردی؟ چه بدونم، تو گفتی به اعتماد ندارم، منم فکر کردم بهتر وکیل بهت بگه. مگه حق با من نیست آرکان؟ هر موقع به هم یه قولی دادی بهش عمل نکردی. تو همیشه اعتمادم رو از بین بردی. اصلا مهم نیست که حق با کی هستین، مسئله با تو میمونه، ولی من تمام عمر اینجا منتظر تو میمونم. هر موقع تو بخوای همون موقع میتونم به دیدن دخترم بیام، حتی چند ساعتم نمیتونم باش بشم. تو تا وقتی با اون زندگی میکنی، من اینجا با فکر کردن به شما عقلمو از دست میدم. آرکان، بهت قول میدم. اصلا من نمیخوام بهم قول بدی. چرا نمیفهمی؟ من فقط میخوام یه زندگی جدید و با دخترمون شروع کنیم و خوشحال باشیم. تنها خواست من همینه. پس من اینو نمیخواستم ها؟ من میخواستم که اینجا با دخترمون با هم زندگی کنیم. ولی این حقیقت نیست، مگه نه؟ بگو، یالا بگو که من بالا با شوهرم یه زندگی جدید رو شروع کردم. آره، جوری که تو اینجا با یه زن دیگه زندگی میکنی. ما قبلا در این مورد حرف زده بودیم آرکان، دوباره حرف زدن فایده نداره. من اومدم که ازت تشکر کنم. هر موقع بخوای میتونی بیای دخترتو ببینی. ما چه اشتباهی کردیم مرت پسرم؟ چرا اصلا مشتری نمیاد؟ وقتی تو خونه کار میکردیم خوب بود، حداقل چند تا سفارش میگرفتیم، خیلی خوب بود. وگرنه موقعیت مغازه خیلی خوبتر و تمیزه، ولی هدفمون مشخص نیست. یعنی برای مشتری ها مشخص نیست که ما چه جور غذاهایی درست میکنیم. هر کسی میتونه بیاد پسرم، ما میخواییم همه بیان. مگه میشه بیان و بیرونشون کنیم؟ نه، البته که همه میتونن بیان، ولی بهتر رقیباتونو بشناسین و غذای مورد علاقه منطقه رو درست کنین. یه منوی غذایی مطابق به خواست مردمم درست کنین. از کجا بفهمیم مردم چی میخوان؟ خب باید بریم بین مردم رو نظرسنجی کنین. پسرم، اما ما چطوری بریم بین مردم نظرسنجی کنیم که اونا چی میخوان؟ اگه اجازه بدین آبجی ملکه، من میتونم این کار انجام بدم. در ضمن دنبال یه کارم میگشتم. پسرم، میبینی که مغازمون خالیه، مگه میشه به تو نبگیم؟ تو یه پسر تحصیل کرده ای، اونی که میتونه به همون کمک کنه تویی. فقط به یه کمی کمک نیاز دارم. ما بهت کمک میکنیم، نمیدونم میتونیم یا نه، باید چی کار کنیم؟ خب باید همه جا رو بگردیم و تحقیق کنیم. شما نمیتونیم کمک کنیم. پس کی میتونه پسرم؟ راستش فیضی به دردمون میخوره. من که نتونستم این دیوونه رو آدم کنم، ولی بهت اعتماد دارم، شاید تو بتونی آدمش کنی. فقط مواظب باش که یه وقت تو رو هم گول نزنه. من این سینیا رو خالی کنم و ببرمشون خونه. خاله یلدیز، منم ازتون یه خواهشی دارم. بگو پسرم. پس گرفتن درخواست سرپرستی آسینو خیلی خوشحال کرده، ولی به خاطر دور بودن از مامانش خیلی ناراحته. امروز دیدین که چقدر ناراحت بود. فکر کنم بتونم یه کاری انجام بدم. میشه شماره یه بیرولو به هم بدین؟
آقا آرده گفتن که یه شریک هم دارن ولی نمیدونستم اون شریک شما این. خوب شد که شما این. خوشحال شده. اولین فیلمته مگه نه؟ آره. راستش خاله سلدا، لازمه که همین الان این قرارداد رو امضا کنم؟ یعنی مامانمو که میشناسین نمیشه اون ببینه بعد امضا کنم؟ هر جور تو بخوای دخترم، فردا میتونی بیاریش، اصلا مشکلی نیست. ممنونم. انقدر هیجان زدم که اصلا نمیفهمم اینجا چی نوشتی. نقشت بزرگ نیست ولی به نظرم خیلی مهمه. اگه خوب اجرا کنی پیشنهادهای خوبی برات میاد. در زمین اولین فیلم آژانس ماست. ما هم هیجان زده ایم مگه نهارده؟ با این فیلم هممون موفق میشیم عزیزم. خب ازگر خبر داره که این نقش رو گرفتی؟ شاید از همه زودتر به اون گفته باشی. نه هنوز نگفتم ولی بهش زنگ میزنم. به هر حال پس من دیگه باید برم. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم. خب دیگه خدافظ. نه به مامانت سلام برس. باشه حتما. دیگه نمیخوام پیش بقیه زیاد صمیمی باشیم عزیزم. چه بدونم عزیزم، همین که گفتی دوست ازگره منم خواستم یکم صمیمی باشیم. عیبی نداره، حالا دیگه ما با اپک فقط همکاری. ببخشید میشه بگین لوند کجاست؟ با تنهای خانم آمادگی فیلم برداری رو میگیرن، بعدشم با نرمین خانم جلسه دارن. روز بخیر. بدون اجازه ببریمش بعدا مشکلی پیش نمیاد؟ هیچی نمیشه. در ضمن به من چه، خودش گفته بود هر وقت خواستی ازش استفاده کن. راستی کلاس رانندگی هم رفتم، باید هر چی که یاد گرفتم و عملی کنم. استادم توی، خیلی خوش شانسم. یالا فرار کنیم بارش، فرار کنیم. باشه پرنسس، پس محکم بشین که را بیافتیم. باشه آقای راننده. تو چت شده پسر. یالا دیگه. فهمیدم، پس این آخرین قیمتشه؟ خوبه؟ نه نه نه، پولشو میدم. خیلی خوب میشه. چند دقیقه بعد میتونم بیام؟ اگه کمک کنی خیلی خوشحال میشم. آره یکم فوریه، اگه ممکن باشه میخوام این کار رو امروز تموم کنم. باشه خیلی ممنون، به امید دیدار. لطفا قبل اینکه گوشی رو قطع کنی به حرفم گوش بده. من خواهری به اسم آسین ندارم، واسه همین شوهرشم هم نمیشناسم، فهمیدی؟ من که از شما چیزی زیادی نخواستم، فقط آسین دلش واسه شما تنگ شده. قبل اینکه اون اشتباه رو انجام بده باید فکرشو میکرد. ما اونو آغش کردیم، فهمیدی؟ آغش کردیم آقا. به خاطر موضوعی که ازش عصبانی بودین الان دیگه اون موضوع حل شده. گفتم من شوهرشم. یعنی پدر خواهرزادتون. لطفاً این کدورتو از بین ببرین. ما اونجا میاییم و از نزدیک با هم حرف میزنیم. به خاطر این اشتباهی احمقانه شما بابام سکته کرد، نزدیک بود بمیره. اگه پاتونو تو این شهر بذارین قسم میخورم میکشمتون. باشه ما به هر صورت، یعنی نمیخوای خواهرزادتو ببینی؟ من حرف آخرمو گفتم. نمیتونین اینجوری برین تو. آقا سلیم معذرت میخوام. باشه تو میتونی بری. تو میخوای چی کار کنی ها؟ تصمیم من و تو چی بود؟ چطور تونستی به اون دختر کار بدی؟ قبل از دادگاه چطور میتونی همچین کاری را بکنی؟ اگه به خاطر تو اون بچه رو از دست بدم تو هم مرتو از دست میدی. تموم شد؟ تو هنوز نفهمیدی با کی طرفی؟ من مثل تو نیستم. اگه این کارت فردا برام دردسر درست کنه خودت میدونی. الکی خودتو خسته نکن، این دادگاه اصلا برگزار نمیشه. چرا داری چرت و پرت میگی؟ فردا دادگاه داریم. فکر کنم تو از هیچی خبر نداری ایلول خانم. داری درباره چی حرف میزنی؟ شوهر دارکان امروز درخواستشو به خاطر سرپرستی پس گرفت. تازه اومدین استانبول؟ نه بابا من همینجا. اگه چند روز صبر میکردین بهتر از اینا رو بهتون نشون میدادم. فکر کنم عجله دارین. آره میخوام هر چه زودتر زندگی جدید رو شروع کنم. انشالله به خیرتون باشه. تا حالا با اینقدر عجله قراردادی نداشتیم ولی مطمئن شدم که جدی هستین. آره تا حالا اینقدر جدی نبودم.
باید تاوانشو پس بدی، تاوانه همه چیو باید پس بدی. آرگون خدا لعنتت کنه، خدا لعنتتون کنه. از همتون متنفرم، خدا لعنتت کنه آرگون. آخه چرا چرا این کار کردی؟ چرا؟ گوشیشو قطع کرد، نتونستم درست باهاش حرف بزنم. حرف امیدوار کننده ای نزن. گفت که اگه اینجا بیاین شما رو میکشن. وای خدای اون پسر، عقلشو از دست داده، هیچی از اون بعیدم نیست. وقتی اینجام بود مثل دیوونه ها همه جا رو میگشت. پسرم تو سعیه تو کردی، بهتره دیگه منصرف بشی. آدم کشتن که اینقدر آسون نیست، اونم که آبجیت باشه. اون دیوونه است پسرم، نمیشه به اون اعتماد کرد، عقلشو از دست داده. نه خاله یلدیز، من این خطر رو قبول میکنم. خوشحالی آسین از همه چی برام مهمتره. هر جور که شده من داداشش رو راضی میکنم و میارمش. چطور راضیش میکنی؟ هر کی بالاخره یه نقطه ضعفی داره، پیداش میکنم. مبارک باشه، شنیدم کار پیدا کردی. های ممنون خاله ملکه، اینقدر ناامید شده بودم که نگو. مرد چقدر گشت، چقدر سعی کرد تو برام یه کاری پیدا بکنه. به خدا هر روز که میگذشت ترسم بیشتر میشد. میگن هر موقع مشکلی واسه آدم پیش بیاد خدا کمک میکنه، اما ببین یه دفعه که کمک کنه همه مشکلات باهاش حل میشه. شنیدم آرکانم شکایتشو پس گرفته، تازه نمیتونست تو دادگاه موفق بشه. به هر حال قبل از اینکه دیر بشه عقلش اومد سر جاش، تو هم بهتره از اون آدم دور باشی. اگه دخترمو ازم میگرفت باور کنی نمیتونستم زنده بمونم. آره مامان بودن همینه دیگه. ببین اون الان خیلی کوچیکه دخترم، اما اگه بزرگتر بشه بازم به خاطرش نگران میشی. الان خیلی خوب میتونم درکتون کنم. خب کی کارتو شروع میکنی؟ از اول هفته. پس بگو که فقط چند روز دیگه میتونی با دختر قشنگت وقت بگذرونی. منم میخواستم در مورد این موضوع با شما حرف بزنم. مرد گفت که میخواین اسباب کشی کنی. اینجا واسه هممون خوب بود، براتون مشکل پیش نمیاد؟ نه دخترم مشکلی پیش نمیاد، من خونه گرفتم دوتا کوچه پایین تره. قبل این که بری سر کار بیارش پیش ما مراقبشیم. البته اگه تا اون موقع سرپیل خانم از ازمیر برگرده. چطور یعنی؟ سرپیل خانم با عجله رفته ازمیر، فکر کنم یکی از فامیلاشون مریض شده، واسه همین من باید مغازه رو بچرخونم. ای بابا ولش کن، وقتش که برسه حلش میکنیم. اوی عزیز دلم لباشو ببین. ایپک هنوزم پیش سلدا خانومه؟ نه آقا لون، ایپک خانوم رفتن. چطور؟ یعنی رفت؟ ببخشید اگه لازم باشه باید دو روز صبر کنی، بازیگری کار آسونی نیست. اگه تو روز اول میخوای بازیگر بشی از اینجا برو. آخه به تو چه؟ قبل اینکه بفهمی چرا حرف میزنی؟ من ایپک. خب ایپک چی میخواستی؟ راستش من یه مشکل دارم. چجور مشکلی؟ پینوکیو منو ببین. چرا باید ببینم؟ چون که ما اینجا به دانشجوهای کلاس بالا احترام میذاریم. چی میخوای؟ اصلا تو باید بگی چرا برای استودان تو امتحان اینقدر عجله میکنی؟ چون به خاطرش از بال کسیر اومدم، چون مامانم اصلا نمیدونه که میخوام این امتحانو بدم. میفهمی؟ فقط 2 ساعت مونده که این امتحانو بدم. خب پس یالا بار امتحان بده. یعنی چی؟ همین الان؟ بازم دماغت داره دراز میشه. ببین دیگه نمیخوام به من پینوکیو بگی، فهمیدی؟ من که بچه نیستم. البته که نیستی، برعکس
یه دختر خیلی خوشگلی. از استانبول اومدم فقط به خاطر بردن تو. بارش اپک میدونستم یانرسن یانرسن içilmez ki kapı çalarsın çalarsın açılmaz ki aşk bir kapı çalarsın çalarsın açılmaz ki سال بیدار شده. اگه بخوای میتونی بیای دیدن دخترت. عزیزم دلت واسه بابا تنگ شده ها؟ الان بابات میاد و تو رو با خودش میبره. الان کار دارم، شاید فردا بیام. همزمان ترمزم باید محکم بگیری. حالا اینو از این قسمت به قسمت خالی بیار. پاتو آروم آروم از رو ترمز بردار. حالا یواش گاز بده. لازم نیست فرمون اینجوری محکم بگیری، راحت باشی هم میشه، نگران نباش. البته گفتنش واسه شما آسونه، هرچی نباشه شما از بچگی رانندگی رو بلدین، حتما تو شکم مامانتون رانندگی کردین مگه نه؟ شما باید غذا پختن و تمیزکاری از بچگی بلد باشین که تو نیستی. بکنم سیستم تو یکم قاطی کرده. آره والا خیلی خندیدم. در ضمن من خودم این کارهای زنونه رو دوست ندارم بارش جون. باشه بی خیال، کشش نده، به جاش باید تمرین کنیم. حالا بگو این چیه؟ دنده است، انقدر که میفهمم. باشه، اگه بخوایم ماشین رو حرکت بدیم دنده باید کجا باشه؟ تو ای. باشه. تو خوبی بارش؟ خوبم، خوبم، نگران نباش. بارش؟ تو تب داری؟ نه نه من چیزیم نیست، انقدر بزرگش نکن. چرت و پرت نگو، تو تب داری. باشه یالا ادامه میدیم. باشه حرکت کن دیگه، زود باشه.